رانندگان و شرکت‌های ترانسپورتی در ولایت بلخ آنچه که افزایش مالیات از سوی وزارت ترانسپورت می‌خوانند، بزرگراه بلخ را مسدود کردند. از اعتراضات آنها در بزرگراه حیرتان دو هفته می‌گذرد. کم زمان با آن اعتراض کنندگان برای عبدالرؤوف راه مواصلاتی شهرک حیرتان را همچنان بسته کردند. در پی مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در ولایت بلخ، نگرانی ها از افزایش بهای مواد خوراکی در این ولایت نیز به وجود آمده است. راه روی در می وقت سرصدا است که بسته است. دیگر کار نیه، مشکلات مردم زیاد است. مردم غریبی بیچاره کار وقتی کار نباشه با یک بجواردم 17 ساعت 16 و نیم ساعت اون خریدنش بسیار سخت. بیادر همی قیمتی یک ذره همی ارد مرزان شوه، روغان مرزان شوه، هر چیز ارزان شوه. این بسیار قیمت است. این طور حالات ما ده که ما میگیم که از همین ملک بریم در دیگه ملک به این خاطر که نداریم چیزی این را قرض خریدیم. باید واردات و صادرات را که سر تجارهای ما درست تطبیق بتن و خیانت نکنن و ملت افغانستان را رشد ترقی میکنه و ارزانی را به وجود بیاره دیگه. از سوی هم دکانداران در ولایت بلخ میپذیرند که قیمت مواد خوراکی در چند هفته گذشته افزایش بی سابقه یافته است و دلیل آن را این گونه مطرح می کنند. بسیار رخاش بالا رفته لالا جان، آرد بلند رفته، برنج بلند رفته، کل مواد بسیار بلند رفته. وقتا یک روغن بود 550 لو شده 620 610 پشت لالا جان. یک بوجه برنج خو این 700 بود لو شده 2000 لو شده، آرد 1500 بود 1650 1630 آردم بلند رفته. کل چه نرخ بلند رفته. بودجه تصویب نشده. ماش معلمین و همین کارمندهای دولت نامانه خب کاروبار ضعیف است کمه و دیگه نسبت به روبندی نرخ طبعا بالا میره. وقتی که راه بند باشه و مواد نبه حتما نرخ مواد بالا میره. روغن 420 روپه بود، حالا 600 روپه فعلا شده. روغن هم صدر نه آرد هم صدر روپه بالا کده خدا. برنجا هم تو بالاتر شده نرخ. از سوی هم مقام های محلی بلخ از تلاش ها برای بازگشایی راه های مواصلاتی در این ولایت سخن میزنند. شیر احمد سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ میگوید که یک کمیته برای بررسی و ارزیابی این موزل ساخته شده و در حال کار می باشد. رهبری محلی بلخ در اصطلاحات ما والی بلخ تلاش داره با مسئولین مرتبط به این وظایف که این مسئله را مهار کنن و حل کنن. ان قریب فکر میکنم به یک فیصله رسیدن که راه بروی وسایت باز شوه که وارزو داریم. امروز هم یک گروپ رفته از تجاری ملی ما که بتانه این موضوع را حل کنه، بتانه که راه بروی باز کنه. و باشندگان ولایت بلخ هشدار می دهند که اگر اقدامات لازم برای حل مشکل پیش آمده صورت نگیرد و راه مواصلاتی باز نگردد، وضعیت اقتصادی مردم از این بیشتر بدتر می گردد.